هنرمند بعدی که سخنرانی دارم برای شما نویسنده و شاعر آقای محسن مسخوری. می‌بینیم گوش می‌کنیم و می‌بینیم هم. با سلام خدمت شعر دوستان گرامی، به بهانه بزرگداشت دوست و شاعر گرامی علی باباچایی در این فرصت اندک مناسب دیدم شعری از کتاب نمنم بانانم را قرائت کنم. امضای یادگاری. زیر همین چند صد گل سرخ را امضا کن و نام خانوادگیت را هم بنویس. 20 چند سال دیگر از اینجا که می گذری، من که نباشم تمام حیات را پوشانده است. امضای یادگاری برای همجور چیزها است. چشمهایت را در آینه امضا می کنی و دستهایت را در پنجره های رو به غروب. برای 20 چند سال بعد، من که نباشم قطار از سرعتش می کاهد اما نمی ایستد. تو به ناچار پشت همین چیزهای امضا شده پنهان می شوی، هوا را امضا می کنی و به جای چند سطر گل سرخ، دود و سوت و چرخ های قطار را. باید دوباره زاده شوی، حالا که 20 چند سال گذشته است. در 20 چند سال بعد باید دوباره، اما افق‌های در سرعت قطار تعطیل است. شماره تلفنی هم در کار نیست. شخصا مراجعه کن. شماره پلاکی هم من برمی‌دارم، تو شخصا سکوت کن و نام خانوادگیت را هم از زیر چرخ‌های قطار. قطار از سرعتش می‌کاهد، اما تو باید پشت چند ساعت برسور، پشت چشم های در آینه امضا شده پنهان شوید. امضا همین که خشک شود، پشت سرعکس ها و عبارت ها از رود خانه بگیر تا قطار که از سرعتش، از پنجره های رو به غروب تا هرچه نمیدانی از کجا را پیدا می کنی. در 20 چند سال بعد مرا پیدا می کنی. شماره تلفنی در کار نیست. افق‌های ناشناخته تعطیل است. من برمی‌دارم، تو شخصا سکوت می‌کنی. ممنونیم از آقای مسعودی بابت اینکه این شعر رو برای ما خوندن. آقای باباچایی اگر صحبتی داریم بفرمایید. بله، عرض کنم که جالب اینه که اخباری از شعرها از زبان بسیاری از دوستانی که در این برنامه شرکت کردن شنیدم و باید روی مسئله تأمل کرد که چرا این شعرها به اصطلاح نشر و باز نشر پیدا کردن. حالا به بیان کلیپی دارن و فایلی، یکی به باز آمدن از چنان دلخوشم، یکی امضای یادگاری. ایشون این شعر را خیلی قشنگ اجرا کردم و انتخاب خوبی هم بود. سپاسگزارم از زحمتی که ایشان کشیدن و اجرای قشنگی کردن. Thank you.
Thank you.